سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین امروز با هم دیگه یه مثال دیگه از عملیات تقسیم پذیری رو حل می کنیم و این مثال خیلی مثال جالبیه چون به ما نشون میده معادله هایی که درشون عمل تقسیم پذیری هست رو چجوری میتونیم حل بکنیم مثال به این صورت میگه که عدد آ را بیابید به طوری که آ توی این دو تا رابطه ای که اینجا می نویسم صدق بکنه به ازای هر عدد طبیعی n که عضو مجموع عدد طبیعیه ما داشته باشیم که a هر عددی به شکل 3n منهای 2 رو آد میکنه و a هر عددی به شکل منهای 4n به علاوه 3 رو هم آد میکنه n هر عدد طبیعی که باشه بذارینش تو این دسته راست میگه که a این عددا رو آد میکنه حالا این معادله رو حل بکنید ببینید میتونی a رو پیدا کنید چه عددیه یا نه خب از این به بعد ما مثال های اینجوری احتمالا زیاد میبینیم مثال هایی که یه معادله به ما میدن میگن عدد آ رو از توش پیدا بکنید برای اینکه با هم دیگه بتونیم یه الگویی به دست بیاریم که چجوری یه چنین مسئله حل کنیم بیایم با هم دیگه دو تا چیز رو دو تا خاصیت رو مرور بکنیم همونطور که شما وقتی یه معادله ریاضی بهتون میدن یه معادله جبری که حلش بکنید شما میتونید مثلا دو طرف رو توی عدد ضرب بکنید بعد مثلا دو تا به طرف دو طرفش با هم جمع بکنید و اینا اگه همچین ابزاری برای حل معادلاتی که عمل تقسیم پذیری توشونه پیدا بکنیم خب خیلی بهمون به کمک میکنه اول از همه یادتون بیاد که ما وقتی آی عدد بی رو عاد میکنه طرف راست رابطه عاد کردن رو میشه تو هر عدد صحیح دلخواهی ضرب کرد. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگه آ برعاد کنه در اون صورت C هر عدد طبیعی هر عدد ببخشید صحیحی باشه A B C رو هم عاد میکنه اینم واضحه دیگه وقتی شما B رو میتونید به صورت A Q بنویسین B C رو میتونید به صورت A ضرب در C Q بنویسین که چون عدد صحیح مجموعه بسته نسبت به عمل ضرب C Q هم یه عدد صحیح جدیده پس A B C رو عاد میکنه دومین خاصیتی که اینجا میخوام به خاطرتون بیارم اینه که یادتون میاد که گفتیم اگر A بذار اینجا بنوسم. اگر A ب رو آد کنه آ رو هم آد کنه میشه نتیجه گرفت که آ ب علاوه سی رو آد میکنه اگر یادتون نیست اثبات این رو برگردید به ویدیوهای گذشته که ویژگی های تقسیم پذیر رو با هم مرور میکردیم اگه یادتون بیاد این چیزی نبود به غیر از اینکه تعریف آد کردن رو بنویسیم و به جای ب علاوه سی جایگذاری کنیم خب حالا با استفاده از این دوتا خاصیت من الان به شما نشون میدم چجوری میشه معادله های خطی اینطوری که توش عمل آد کردن هست رو حل کرد بیایم مثلا اینجا سه ان داریم اینجا منهای چهار ان داریم همون کاری که برای دو معادله دو مجهولا میکردیم یا می اومدیم این دو عدد و این دو معادله رو هر کدومو در یه عدد ضرب میکردیم که با جمعشون این سه ان از بین بره و فقط مجهول آ بمونه اینجا هم در واقع مثل دو معادله دو, دو مجهوله دیگه آ و ان پس بیاین همین کارو بکنیم معادله اول که آ عاد میکنه سه ان منهای دو رو طرف راستش رو بیاین ضرب در منهای چهار بکنیم و معادله دوم یعنی آ آد میکنه منهای 4 n به علاوه 3 رو بیاین این طرفش رو ضرب در منهای 3 بکنیم منهاش به این دلیل که بعد که با هم جمع میکنیم ان از بین بره خب چی داریم داریم که آ آد میکنه منهای 12 n به علاوه 8 رو و پایینی هم به ما میده که آ آد میکنه 12 n منهای 9 رو خب حالا خب از خاصیت دوم این با استفاده از خاصیت اولی بود که اینجا نوشتم حالا از خاصیت دوم استفاده کنیم وقتی آ این عدد رو آد میکنه یک یکی رو هم آد میکنه بیایم این دو طرف رو با هم دیگه جمع بکنیم میبینیم که دوازده انا از بین میرن یه مجهولمون کم شد پس آ, آ آد میکنه هشت منهای نه یا همون منهای یک خب حالا معادله ما خیلی از این حالت ساده تر کردیم این رو اصلا از توش از بین بردیم و الان با توجه به اینی که بهش یعنی آ, آ آد میکنه منهای یکو. یا گفتم که اگه آ یک رو آد بکنه در این صورت آ فقط میتونه مثبت یا منفی یک باشه چون فقط خود مثبت منفی یکه که میشه به صورت یک زب در کیو نوشتش پس ما جواب این معادله رو به دست آوریم تنها عدد هایی که توی این معادله صدق میکنن مثبت و منفی یک هستن خب پس چیزی که میخواستم توی مثال یاد بگیریم اینه که این دوتا خاصیت رو به عنوان ابزاری که میتونه به ما کمک کنه معادله های دومنچولی مثل این که عملیات آد کردن رو درشون دارن حل بکنیم و در نظرتون داشته باشیم آم، تا کلاس بعد کلاس درس بعدی فعلا خدا